سرخط خبرها. کشته شدن کم از کم 6 تن در حمله انتحاری شهر جلال آباد. سرمرگ بریدگر چپ موتورسیکل سپور و خپلو تړلو چاودونکو توکو ته د بلکی وګړو په منځ کې چاودنه ورکړه. در نزدیکی این رویداد نشسته به پشتیبانی حکومت برپا شده بود. الحمدلله رب العالمین. مخدوش شدن چهره اسلام با عملکرد خشونتبار گروه های خوناشام. ستاس قتلونه، جنایتونه او بغاوتونه دی چه دی مسلمانان او رسی بده کرده. محکوم شدن فرمانده پیشین پلیس امن و نظم عامه به 8 سال و 6 ماه زندان. 9 افسر و سرباز هم مجازات زندان در پیش دارند. ماده 42 قانون جرایم عسکری با مدت 8 سال و 6 ماه حبس تنفیذی. سلام و شب شما بخیر. به خبر ساعت 10 شب از 1 خوش آمدید. من یاسر ابرار هستم. پیش از مشروع خبرها توجه شما را جلب می‌دارم به خبر در مورد آتش سوزی که ناوقت امشب در بازار بوش در قوای مرکز کابل اتفاق افتاد. منابع به تلویزیون 1 گفتند که پلیس اطفائیه به محل رسیده و در تلاش خاموش سازی آتش است. هنوز دلیل این آتش سوزی و میزان تلفات و خساره های برخواسته از این آتش سوزی روشن نیست. در پی یک انفجار در ناحیه اول شهر جلال آباد 6 تن کشته و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. حمله کننده انتحاری سوار بر موتورسیکل بود و در نزدیکی محل خودش را منفجر کرده که شماری از باشندگان ولایت‌های شرقی در پشتیبانی از نشست حکومتی البته در پشتیبانی از حکومت نشستی راه اندازی کرده بودند. سخنگوی والی ننگرهار میگوید در میان قربانیان این رویداد زنان و کودکان نیز شاملند. تقی‌الله تقی از ننگرهار این گزارش را فرستاده. در میان ده ها دیدگاه مخالف درباره کارکرد حکومت وحدت ملی اینجا در ولایت ننگرهار برخی باشندگان این ولایت به پشتیبانی از حکومت این نشست را راه اندازی کردند. از کسانی انتقاد میکنند که نشست ها و ائتلاف های بر ضد حکومت راه اندازی میکنند. اما این نشست پایان خوبی نداشت. در لحظه های پایانی آن یک حمله کننده انتحاری سوار بر موتورسیکل خودش را در نزدیکی همین محل انفجار می‌دهد. بسرور یو شتیکا و یو شترینگی و سوالی بکی ناسا و دا آدم خان کبابی و رور دکان آخر دکان ہے دریم دکان ہے وزیز اکی یو انفجار و شنو مسلمانان بس یو خان پراتو دیم خون سوگلو چی موڑی جیگو. در این انفجار دست کم 6 تن کشته و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. سرمرگ بریدگر چپ موتورسیکل سپور و خپلو تړلو چاودونکو توکو ته د بلکی وګړو په منځ کې چاودنه ورکړه. د دې چاودنې په پایله کې د یوې میرمنې او یو ماشوم په ګډون 6 بې ګناه ملکي وګړي د شهادت لوړ مقام خپل کړی او په شهادت رسېدلی دي. او همدارس په دې پیښه کې د یو ماشوم په ګډون 11 ملکي وګړي ټپیان شوي دي. هنوز مشخص نیست که هدف حمله کننده انتحاری این گرد همایی بوده و یا جای دیگری. مسئولیت آن را نیز تاکنون شخص یا گروهی بر دوش نگرفته است. عملکرد خشونتبار گروه های خوناشام اسلام را در معرض خطر قرار داده است. رئیس جمهور غنی در مراسم گرامیداشت از میلاد نبی اکرم میگوید که گروه های یاغی و باغی با کشتار مسلمانان و تخریب کشورهای اسلامی چهره اسلام را خدشه‌دار ساختند. از سوی هم سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری میگوید کسانی که به مقام های حکومت اتهام های بی بنیاد میبندند و در تلاش نفاق ملی و تضعیف نظام هستند از مسئولیت ملی خود گریز کردند.
لله رب العالمین. گرامی داشت از میلاد با سعادت نبی اکرم پیامبر گرامی اسلام با دو روز تأخیر در اینجا کاخ ریاست جمهوری. رئی جمهور در این نشست گروه های حراس افغان را یاغی و باغی میگوید. آقا خونکاران چه وای اسلام به خطر کده آقوی تا وایو چه اسلام به خطر که نده، بلکه ستاس قتلونه جنایتونه او بغاوتونه دی چه دی مسلمانان و رازی بده کرده. همچنان رئی جمهور میگوید باید مساجد در کنار نقش عبادتی بر نقش علمی و تعلیمی به ویژه نزدیکسازی مساجد و معارف بیشتر عمل کند. علاوه بر نقش عبادی، نقش علمی و تعلیمی خود را باز یابند و باید ارتباط مستقیم میان مساجد و معارف برقرار باشد. در کنار این، رئی جمهور غنی تبعیض در افغانستان را خلاف ارزش‌های اسلامی می‌داند و از وزارت عدلیه می‌خواهد که برای رفع تبعیض در کشور مطابق قانون اساسی مقرره را روی دست گیرد. با وزارت محترم عدلیه هدایت بتم که درباره رفع تبعیض مطابق قانون اساسی افغانستان اقدامات سرتاسری کنند و یک مقرره و قوانین لازمه را تحت نظر جناب استاد دانش فراهم کن. این مراسم مذهبی هم بدور از کشمکش های اخیر سیاسی به ویژه نشست قندهار نیست. اینجا معاون دوم ریاست جمهوری میگوید کسانی که به مقام های حکومتی اتهام های بی بنیاد می بندند در تلاش تضعیف نظام و نفاق ملی هستند و این افراد از مسئولیت ملی خیش فرار می کنند. و اگر کسی به خاطر منافع شخصی و گروهی خود در این امر اخلال کند و یا به تفرقه ملی، به اعتماد ساختن مردم نسبت به دولت، تضعیف روحیه نیروهای امنیتی و دفاعی و تضعیف حکومت برخواسته از اراده مردم و انتصاب اتهامات به اساس به اراکین خدمتگزار حکومت دست میزند، در حقیقت به مسئولیت ملی خود پشت کرده و به سرنوشت مردم خیانت کرده است. از سوی هم آقای دانش تاکید میکند که زیربنای سیاست داخلی و خارجی افغانستان خودداری از هر گونه جنگ نیابتی در منطقه و بیرون از مرزهای افغانستان است و از کشورهای منطقه میخواهد که نباید افغانستان را میدان جنگ نیابتیشان قرار دهند. رابطه ما با کشورها بر اساس رابطه دولت دولت تنظیم شده و از دولتها هم انتظار داریم که رابطه خود را با ما بر همی اساس تنظیم کنند. از مرزهای ما منافع هیچ کشوری تهدید نخواهد شد، ولی همونطوری که ما خود هیچگاه در جنگهای نیابتی اشتراک نمی کنیم، از همه کشورهای دور و نزدیک هم می خواهیم که کشور ما را صحنه جنگهای نیابتی نسازند. در کنار این، دیگر اشتراک کنندگان این نشست بر اخلاق، رفتار، برخورد، نوع حکومتداری، برقراری عدالت و صفات پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم صحبت‌های داشتند. هرچند این مراسم کلاً مذهبی بود، اما بیشتر محفل رنگ سیاسی داشت. و این از عرف سیاسی حاکم در افغانستان است که به هر مناسبت رنگ سیاسی می‌دهد. سخنان دیروز رئی جمهور غنی انتقادهای تندی را برانگیخته است. برخی ها میگویند بخشی از محتوای سخنرانی رئیس جمهور زن ستیزانه است. میزان انتقادها به ویژه در رسانه‌های اجتماعی به اندازه‌ای بود که ریاست جمهوری مجبور شد از همه زنان افغانستان پوزش بخواهد. نرگس هورخش نگاهی انداخته به برخی از این انتقادها. برات کنه به محکمه بیایه ادعای خود تثبیت کنه. ارنه چادر بپوشه. در این برنامه بود که رئیس جمهور غنی کنایه برای کسانی گفت که ادعا می کنند برخی ها از درون دولت افغانستان گروه داعش را پشتیبانی می کنند. آزادی بیان مورد احترام ماست. اما شاید گمان نمی کرد که شمشیرش دولب است. اگر یک سوی شمشیر منتقدانش را می ترساند، سوی دیگرش بر پیکر زنان برخورد می کند و زخمی از بوی تعصب جنسیتی ایجاد می کند. و یا هم به عناوین مختلف
اینجا در رسانه های اجتماعی به ویژه فیسبوک اظهار نظرهای تازه رئیس جمهور غنی با موج از واکنش ها روبرو شده. اکثریت کاربران فیسبوک و فعالان حقوق زن درباره اظهار نظرهای تازه رئیس جمهور غنی نوشتند و نقد و بررسی کردند. مثلا یکی از کاربران فیسبوک روسریش را بر رسم اعتراض از سرش برمی‌داره و برای رئیس جمهور غنی هدیه می‌دهد. دلیلش هم این است که ضعف حکومتداری در حکومت وحدت ملی بیشتر از ضعف زنان است تا ای که چادر و یا روسری زنان کنایه سیاسی آنها باشد. لطفاً هرچی عاجلتر در این قضیه رسیدگی کنن، در غیر او صورت ما فعالین مدنی آرام نمیشینیم و این مایه ننگ ما پیشکش میکنم برای رئیس جمهور افغانستان. برخی کاربران رسانه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک نوشتند که سخنان رئیس جمهور غنی توهین و تحقیر و برخی زنان کشور است. برخی دیگر رئیس جمهور غنی را با این پرسش ها به چالش کشیدند. یا ادعاهایتان را در دادگاه ثابت کنید و یا چادر بپوشید. با چنین بیان زن ستیزانه چرا بر سر رولا غنی چادر داد؟ برخی فعالان حقوق زن باور دارند که رئیس جمهور غنی با این نوع دید زن ستیزانه ثابت کرد که حکومت وحدت ملی هیچ گونه ارزشی به زنان حقوق آنان قائل نیست. بدن قضیه ذهنیت رهبری حکومت هم به شکل است که امو ذهنیت زن ستیز و مردسالارانه است که متاسفانه در افغانستان از سالیان سال حاکم بوده. همزمان شماری میگویند باید رئیس جمهور از زنان بابت این موضوع عذرخواهی کند. خواهان عزیزم که باید از گفته هایی که گفتن پس دوباره معذرت خواهی کنند و زنان را در حد ببینند که برشان بر طور طعن‌آمیز و کنایه چنین حرفا را ابراز نکنند. تنها یک شب از این سخنان رئیس جمهور گذشت که ریاست جمهوری این اعلامیه را نشر کرد. در این اعلامیه رئیس جمهور غنی از بحر سخنان دیروزش از زنان افغانستان پوزش خواسته. در اعلامیه گفته شده است که از سخنان رئیس جمهور سوء برداشت شده و رئیس جمهور به نقش زنان در حکومت بیشترین تلاش را کرده است. رئیس جمهور غنی از سیاستمدارانی است که بخش زیاد زندگیش را در بیرون از کشور سپری کرده و تحصیلاتش را هم در غرب به پایان رسانده است. اما روی هم رفته ظاهراً در بعضی موارد حتی دانش بالا هم نمیتواند بینش سنتی نسبت به برخی پدیده ها را تغییر دهد. ازمرای پیکان به 8 سال و 6 ماه زندان محکوم به مجازات شد. دادگاه ابتدایی مبارزه با جرمهای سنگین فساد اداری امروز فرمانده پیشین پلیس امن و نظم عامه را به اتهامهای سوء استفاده، تجاوز از محدوده صلاحیت وظیفوی و دست داشتن در قتل به زندان محکوم کرد. همزمان با این نهتن از افسران و سربازان واحد پلیس امن و نظم عامه به اتهامهای مشابه از 1 تا 7 سال و 6 ماه زندان محکوم به مجازات شدند. زمرای پیکان امروز هم در نشست دادگاه حاضر به پاسخگویی نشد. محمد غازی رسولی با جزئیات بیشتر. نشست دادگاه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی. سوء استفاده، تجاوز از محدوده صلاحیت ها و دست داشتن در قتل اتهام ها بر اینان است. نشست دادگاه که متهم اصلی باز هم غایب است. زمرای پیکان فرمانده پیشین پلیس امن و نظم عامه پس از 1 ماه تأخیر در برگزاری نشست دادگاه یک بار دیگر حاضر نمی شود تا از اتهام ها بر ضد خودش دفاع کند. دادستان پرونده هم به دلایل می پردازد که اتهام ها بر این نظامی ارشد پلیس را ثابت می کند. با استناد اسناد شامل دوسیه ثابت است که متهم نامبرده با تجاوز از صلاحیت وظیفویش پسر خود را به طور غیر قانونی از ولایت هلمند به طولای تجمع تبدیل نموده، در حالی که صلاحیت تبدیل افسر از صلاحیت وزیر امور داخله و یا معین در امور مربوط می باشد که وی را تعیین نموده است و جانب هم صلاح و سایت و پرسنل نظامی را نیز با سوء استفاده از صلاحیت وظیفویش در اختیار پسر خیش گذاشته و جانب هم مبنی بر این که بعد از واقع انفجار ماین در رسوالی استالف از تلفون شخصیش به دوم سران تاج محمد افسر طولای تجمع هدایت سپرده تا با استفاده از پرسنل و وسایل سلاح و تجهیزات به حمایت و انتقال پسرش به رسوالی استالف بروند. دست داشتن در قتل هم یکی از اتهام هاست. ما بالای زمانه پیکان اسناد دارم تصویری که در قتل بدارم دست دارم بگدو. بالا ازمرای پیکان تو اسناد دارم که برادر ما 2 نفر شاهد از دمستری خانه بود یا کلش دیدنش. آمدن رایش گرفتن به شهادت رساندنش. بگو
میایم سر وکیل مسعود جان. مسعود مبارز در محتر زرعی دستی پشت سر با مختار و جواد یک جای به فرانسه فرار کردم. در این میان وکیل مدافع زمره پیکان برد دلایل دادستان پرونده می پردازد و تلاش دارد از مجازات موکلش اندکی بکاهد. دلایل سالموال مذهب ترافقی و مجاوف ذکر گردیده که جرم قتل جرم موکلم را در قبال ارتکاب جرم سوی استفاده صلاحیت وظیفه‌ای و شرکت در قتل سهراب نام اصلا ثابت ساخته نمیتواند. سرانجام پس از ساعت‌ها بحث و گفتگو دادگاه ابتدایی مبارزه با جرم‌های سنگین فساد اداری در مرکز عدلی و قضایی حکمش را صادر می‌کند. زمره پیکان به 8 سال و 6 ماه زندان محکوم به مجازات می‌شود، اما در پرونده قتل برائت حاصل می‌کند. زمره پیکان ولد مامور جان موکل آقای به شما محترم نذیر رضایی را طبق هدایت فقره 2 ماده 42 قانون جرایم عسکری با مدت 8 سال و 6 ماه حبس تنفیزی طبق ماده 209 قانون اجرای جزایی غیاباً محکوم به مجازات نمودیم. جدا از فرمانده پیشین پلیس امن و نظم عامه، نوتن دیگر از سربازان و افسران این فرماندهی نیز از 1 تا 7 سال زندان محکوم به مجازات می شوند و دادگاه همچنان به پیگرد عدلی و قضایی پسر زمره پیکان که متهم به قتل است و 2 تن از افسران پلیس امن و نظم عامه حکم صادر می کند. کتاب خاطره های عبدالوکیل وزیر خارجه دوره دکتر نجیب الله رئیس جمهور پیشین امروز رونمایی شد. از پادشاهی مطلقه تا سقوط جمهوری دموکراتیک افغانستان در بیش از 1000 صفحه در 2 جلد نگاشته شده است. امرالله صالح این کتاب را روایتگر تاریخ کشور در 65 سال گذشته می‌خواند که 11 نظام سیاسی را به بررسی گرفته است. آقای صالح که یکی از منتقدان این کتاب است می‌گوید کتاب‌هایی که از سوی مقام های کشور نوشته شده نشان می‌دهد که در بیش از 100 دهه گذشته هیچ تغییری در کشور بدون دخالت خارجی ها نیامده است. در ادامه این مجموعه خبری، حساسیت برانگیز شدن راهبرد تازه آمریکا برای برخی از کشورهای منطقه. راهبرد تازه آمریکا میزان پشتیبانی از طالبان را بالا برده است. آزمون دیگر در برابر نماینده های مردم در شورای ملی. مجلس نمایندگان فردا به نامزد وزیران تازه صندوق رأی می‌گذارد. راهبرد جدید دونالد ترامپ برای برخی از کشورهای منطقه حساسیت برانگیز شده است. نامزد وزیر دفاع امروز در مجلس نمایندگان گفته که با اعلام راهبرد جدید ایالات متحده آمریکا پشتیبانی از طالبان به بالاترین سطح رسیده است. هرچند او باور دارد که این راهبرد سبب تامین امنیت در افغانستان و منطقه خواهد شد. بشیر احمد قاسانی با جزئیات بیشتر. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به دنبال اعلام راهبردش دست کم 7300 سرباز تازه نفس به افغانستان فرستاده است. اما اکنون شمار سربازان آمریکایی به بیش از 15000 تن در افغانستان میرسد. اکنون نامزد وزیر دفاع که به پرسش‌های نمایندگان مجلس پاسخ می‌دهد میگوید که راهبرد تازه آمریکا برای برخی از کشورهای منطقه حساسیت برانگیز شده، ولی در کار تامین امنیت و ثبات در افغانستان سودمند است. همسایه حساس‌تر شدن و حمایت از مخالفین دولت افغانستان به حد بالا رسیده و این به اقدامات سیاسی و نظامی دقیق می‌طلبد که از این فرصت ها استفاده معقول شود و از این چالش هایی که به وجود آمده چالش ها دقیق مدیریت شود. نامزد وزیر امور داخله نیز باور دارد در صورتی که حمایت های منطقه‌ای از طالبان گرفته شود، امنیت به زودترین فرصت ممکن در افغانستان تامین خواهد شد. زدن دشمن، مبارزه با داعش، مبارزه با تمام شبکه های توریستی که در افغانستان فعالیت میکنه به صورت بسیار قاطع در استراتژی آمده که باید با اینا سر دشمن اوقدر فشار بیاید که بالاخره تن در بتن به مذاکره، چون دیگه هیچ جای وجود نداره بغیر از اینکه کسایی میخوان طالبایی که میخوان مذاکره کنن باید مذاکره کنن. این گفته ها در حال صورت می گیرد که پس از اعلام راهبرد جدید ایالات متحده آمریکا فشارها بر گروه های رسفکن در افغانستان افزایش یافته و از عملات تهاجمی مخالفان مسلح دولت نیز کاسته شده است.
مجلس نمایندگان فردا به 12 نامزد وزیر صندوق رای می‌گذارد. همزمان با این امروز نامزد وزیران اقتصاد، فواید عامه، زراعت، مخابرات و امور سرحدات و قبایل برنامه‌های کاریشان را در مجلس نمایندگان ارائه کردند. رئیس کمیسیون رابط بین المللی مجلس ادعا می‌کند که یکی از نامزد وزیران پیشنهادی حکومت تابعیت دومی دارد. باز هم بشیر احمد قاسانی گزارش می‌دهد. پنج نامزد وزیر امروز در مجلس نمایندگان به تشریح برنامه هایشان پرداختند. نامزد وزیران اقتصاد و زراعت به توسعه اقتصادی کشور و خودکفایی افغانستان تاکید دارند و از نامتوازن بودن میزان صادرات و واردات کشور ابراز نگرانی می کنند. اگر به اقلام وارداتی سال گذشته ببینیم، تنها 5 قلم مواد خوراکی مثل گندم، روغن، لبنیات، سبزیجات و حبوبات و انواع گوشت 1.5 میلیارد دلار ما را مصرف کردیم. 25% واردات ما تنها با این 5 قلمی که یک روز افغانستان صادرکننده ازی و تولید کننده ازی بود به مصرف رسیده. ما خواسته بودم که کانسنتریت میوه یا میوه چقدر ما تولید میکنیم. برای ما میگه که یعنی قدر 1000 هکتار زمین تحت پوشش باغ است. ببینین شما این بیسلاین و این ظرفیت ما. نامزد وزیر فواید عامه نیز از ساخت و ساز شاراهای کشور و افزایش ظرفیت کارمندان این وزارت یادآور می شود. تکمیل سرک حلقوی افغانستان، دهلیز شرق و غرب، دهلیز شمال و جنوب، تکمیل مطالعات دوم تونل سالنگ، ترمیم اساسی تونل سالنگ، طوری که دیگر نیاز به ترمیم همساله نباشد، تکمیل ساخت سرک دوشی لابامیان، تکمیل ساخت سرک حلقوی کابل و سرک های ولایات محروم در محراق توجه برنامه های ما قرار دارند. نامزد وزیر مخابرات از نهایی سازی روند توزیع شناسنامه‌های برقی و فراهم سازی زمینه برای حکومتداری الکترونیک در کشور سخن می‌زند. همزمان با این نامزد وزیر سرحدات و قبایل از تامین عدالت اجتماعی در ساختار اداری این وزارت یادآور می‌شود. حکومتداری الکترونیکی ضامن شفافیت، حسابدهی بهتر، حکومتداری خوب، تامین ارتباط و تبادل معلومات است. دنیای امروزات در حال الکترونیکی شدن است. د شخړو او لانجو د حل په خاطر د قانون په چوکاټ کې لازم اقدام ترسره کول ترڅو میشت قومونه او ولسونه د وروري په فضا کې ژوند وکړي. نامزد وزیر تحصیلات عالی که فردا به تشریح برنامه‌هایش خواهد پرداخت، اکنون با اتهام داشتن تابعیت دومی روبرو است. د تحصیلات عالی وزیر صاحب دی چې د کانادا تابعیت لري، د مسیساګا په ښار کې، تورنټو په ښار کې اوسیږي. نو هیله مو ده چې هغه لیست نه حذف شي او پر جمهور باندې غږ دی چې بل وزیر را معرفي کړي چې هغه دوهم تابعیت نه لري. به نظر ما فایده نداره که ما یکی را کش کنیم دیگه شبانیم. علومی صاحب تابعیت داشت و پس رفت به هالند زندگی میکنه. برای ما گفت که نما تابعیت سلب کردیم. اگر دقیق میشین خوب، در غیر از او فکر نکنم، کار تبلیغاتی خوب نیست. در مورد دو تابعیت ما شما از قبل فیصله خود داریم که قابل قبول برای ولسی جرگان نیست. دیده شود که فردا چند تن از میان 12 نامزد وزیر از فلتر مجلس نمایندگان خواهند گذشت. هم اکنون بیش از 50% کابینه حکومت وحدت ملی از سوی سرپرستان اداره می شود. در پیوند به اظهارات رئیس کمیسیون رابط بین المللی مجلس مبنی بر دو تابعیت بودن نامزد وزیر تحصیلات عالی، عصر امروز وزارت تحصیلات عالی در رابطه به همین موضوع به تلویزیون یک گفت که ساعت 4 عصر امروز تمام مدرک های آقای نجیب الله خواجه عمری را به شورای ملی فرستاده و آقای عمری تابعیت دومی ندارد. شمار افراد مبتلا به ویروس HIV در کشور افزایش یافته است. وزارت صحت عامه میگوید در حال حاضر نزدیک به 3000 شهروند کشور مبتلا به این ویروسند. بر بنیاد آمار این وزارت، شمار افراد مبتلا به این ویروس در امسال 28 مورد بیش از سال گذشته است. این وزارت دلیل بنیادی افزایش ویروس HIV را به مهاجرت ها، جنگ و مواد مخدر پیوند میدهد. به سعداد با جزئیات بیشتر. مراسمی که به مناسبت روز جهانی ایدز برگزار شده است، هرچند با 2 روز تأخیر. 13 سال پیش این بیماری در افغانستان پیدا شد که از آن زمان تا کنون 2522 تن به این بیماری مبتلا شدند. در سال گذشته میلادی 204 واقعه HIV در کشور ثبت شد
و اما در سال جاری با اندک افزایش 232 مورد اچ‌آی‌وی به ثبت رسیده است. دلیل افزایش آن هم جنگ، مواد مخدر، مهاجرت‌ها و آگاهی پایین مردم از این بیماری گفته شده است. تا زمانی که آگاهی عامه بلند نرود، تا زمانی که خانواده‌ها، افراد و اشخاص در رابطه با اچ‌آی‌وی معلومات پیدا نکنند، تا زمانی که تبعیض و بدبینی در برابر اچ‌آی‌وی کاهش پیدا نکند، این ارقام را ما به دست آورده نمی‌توانیم. اینان که مبتلا به ویروس اچ‌آی‌وی اند، از برخورد نادرست اطرافیان و کارمندان صحی شکایت دارند و می‌خواهند از این وضعیت نجات یابند. مصابین اچ‌آی‌وی به هر شفاخانه که به خاطر گرفتن خدمات صحی، بالخصوص خدمات صحی جراحی، مراجعه می‌کنند، برخورد پرسنل صحی تبعیض‌آمیز و خواستار پول دوچند و سه‌چند می‌شوند. سازمان صحی جهان هم ویروس اچ‌آی‌وی را خطرناک می‌خواند و بر راه‌های پیشگیری آن تاکید می‌کند. این ویروس خطرناک و ضد بشریت است. خون خود را معاینه کنید و به صورت داوطلبانه آن را بیازمایید و باید از 90% افراد که تشخیص می‌شوند به زودترین فرصت زیر درمان قرار بگیرند. ما در این امر با افغانستان همکار هستیم. بر بنیاد گزارش ها، همکنون 5 مرکز درمان در 5 بزرگ شهر کشور وجود دارد که درمان بیماران مبتلا به اچ‌آی‌وی در آنها مجانی انجام می شود. در ادامه خبرهای امشب، آخرین نفس های داعش در سوریه. وزیر دفاع آمریکا می گوید حالا داعش حضور کمرنگ نظامی دارد. انفلاسیون یا تورم در بخش مواد غذایی نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. آمار اداره مرکزی احصائیه نشان می‌دهد که این افزایش از ماه حمل تا میزان امسال از مرز 10% گذشته و مصرف کنندگان مواد غذایی به ویژه کسانی را که درآمد ثابت دارند زیانمند ساخته است. بانک مرکزی تنها افزایش 1% انفلاسیون را تایید می‌کند. در این رابطه گزارش قرار بود پخش شد، ولی به دلیل کمبود وقت پخش نخواهیم کرد. و خبر پایانی، پنتاگون میگوید که حمله های تهاجمی بر ضد داعش در سوریه به مرحله های پایانی رسیده است. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا که در قاهره پایتخت مصر صحبت میکرد گفته است داعش در سوریه شکست خورده و این یک موفقیت بزرگ برای آمریکا و متحدانش است. ماتیس میگوید بانک هنوز در بخش‌هایی از سوریه داعش حضور نظامی کمرنگ دارد. اکنون آمریکا به جای مسلح کردن گروه‌ها به تضعیف کامل حاکمیت داعش در سوریه تمرکز کرده است. جنگ بر ضد گروه داعش در سوریه به مرحله‌های نهاییش رسیده است. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در سخنرانی در قاهره پایتخت مصر میگوید داعش در سوریه شکست خورده است. او این موفقیت را به متحدین اروپایی و منطقه‌ای آمریکا تبریک گفت. گروه‌های مورد پشتیبانی آمریکا در سال‌های گذشته عملکرد خیلی مؤثر بر ضد گروه داعش داشتند. با آنکه این جنگ خیلی هزینه بزرگ برای آمریکا داشت، اما ما سرانجام موفق به شکست داعش در سوریه شدیم. این جنگ اکنون به مرحله‌های نهاییش رسیده است. ماتیس میگوید انتظار دارند جریان‌ها و گروه‌های سیاسی سوریه در نشست ژنو به یک توافق فراگیر سیاسی دست پیدا کنند تا روند انتقال سیاسی سوریه به زودی آغاز شود. در جنگ بر ضد داعش در سوریه کشورهای متحد و شریکان راهبردی ما نقش خیلی مهم و اساسی را بازی کردند. کشورهای منطقه مانند مصر نیز در این جنگ آمریکا را یاری رسانده است. جنگ اکنون به پایانش نزدیک شده و امیدواریم که حزب‌ها و گروه‌های سیاسی در سوریه بتوانند در ژنو به یک راه حل فراگیر برای صلح و ثبات همیشگی در این کشور به توافق برسند. ماتیس در حمایت از اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا در پیوند به پشتیبانی نظامی کردها در منطقه حائل میان ترکیه و سوریه میگوید آمریکا پشتیبانی از این گروه ها را زیر بررسی دارد. او میگوید کشورش به جای مسلح کردن کردها به تضعیف حاکمیت داعش در سوریه تمرکز بیشتر خواهد کرد.
به پایان خبرهای امشب رسیدیم، اما در حاشیه خبر، جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در ادامه سفرش به غرب آفریقا، خاورمیانه و جنوب آسیا فردا به پاکستان می رود. این نخستین سفر رسمی او به این کشور خواهد بود و قرار است او در این سفر با مقامهای ارشد ملکی و نظامی این کشور دیدار کند. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده که در این سفر به گسترش همکاری مبتنی بر صداقت و حقیقت با پاکستان تاکید خواهد شد و نیز در خصوص پناهگاه‌های تروریستانی که در خاک پاکستان وجود دارد با دولت مردان این کشور سخن گفته خواهد شد. پرسش اما اینجاست که این سفر از کدام ابعاد برای افغانستان حائز اهمیت است؟ چرا آمریکا تا حال هم موفق نشده پاکستان را بر وجود پناهگاه‌های امن هراس‌افگنان در این کشور معترف سازد؟ و این سفر در همین رابطه چقدر میتواند کارا باشد؟ اقدامات عملی آمریکا در برابر پاکستان پس از اعلام استراتژی تازه این کشور ویژه منطقه جنوب آسیا کدام ها بوده و آیا میتوان گفت که سیاست اعلامی و اعمالی این کشور در برابر پاکستان هیچ تفاوتی از هم نداشته؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها حاشیه خبر امشب را دنبال کنید.